بسم الله الرحمن الرحیم. احمد ظاهر، هنرمند مانگار و فراتر از مرزها، فشرده زندگی. احمد ظاهر فرزند دکتر محمد ظاهر در 24 جوزا یا خرداد سال 1325 خورشیدی در شهر کابل زاده شد. پدر احمد ظاهر، دکتر محمد ظاهر، از تاجک تبارهای ولایت لغمان و از منطقه موسوم به ده بغلک لغمان که فعلا به شهر نو لغمان مسما است می باشد و در یک دوره کوتاهی در زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه صدر اعظم افغانستان بود و مادر احمد ظاهر اصالتاً از ولایت بدخشان افغانستان بود که با خانواده اش در کابل زندگی می نمود. احمد ظاهر آوازخوانی را از دوره مکتب در دبیرستان یا لیسه حبیبیه آغاز کرد و نخستین آهنگش شعری از ضیای قاری‌زاده با مطلع آخری دریا بود، زمانی که برای نخستین بار گروه موسیقی آموتوران توسط دانش آموزان لیسه حبیبیه ایجاد گردید، احمد ظاهر با عنوان آوازخوان و اکوردیون نواز مورد استقبال جوانان قرار گرفت و زمان زیادی نگذشته بود که به نام بلبل حبیبیه شهرت پیدا کرد. احمد ظاهر مکتب را در همین لیسه به پایان رسانید و در دانشسرا یا دارالمعلمین کابل با ادامه تحصیل پرداخت. پس از مدتی با استفاده از یک بورسیه تحصیلی رهسپار هندوستان شد و تحصیلاتش را در رشته تعلیم و تربیت برای مدت کمتر از 2 سال در هند ادامه داد. احمد ظاهر پس از نشان دادن استعدادش در موسیقی در رادیو افغانستان برنامه های اجرا کرد و آهسته آهسته آوازه او از طریق موسیقی بدانجا رسید که در سال 1351 خورشیدی لقب بهترین آوازخوان همانسال را به دست آورد و شهرتش بالاتر از پدرش که صدر اعظم وقت بود فزونی گرفت و حتی بسیاری از مردم افغانستان او را نسبت به پدرش بیشتر می شناسند. شاید هم او نخستین کسی بود که آلات موسیقی غربی را با موسیقی شرقی وفق داد و سازهای آکاردیون، ارگان، ترومپت و غیره را با موسیقی افغانستان و هدیه آورد. احمد ظاهر 3 بار ازدواج کرد و از این 3 ازدواج 2 فرزند دارد، یکی شبنم و دیگری احمد رشاد که هر دو خارج از کشور در ایالات متحده امریکا زندگی می کنند. احمد ظاهر به خاطر درگیری های خانوادگیش در زمان حکومت داوود خان زندانی شد و در همین هنگام بود که مادرش درگذشت. احمد ظاهر آهنگ های زیادی به یادگار مانده است که مجموعه این آهنگ ها در 33 آلبوم رسمی تهیه گردیده و به شکل صوتی به علاقمندان صدایش عرضه شده است. از احمد ظاهر فقط 2 آهنگ تصویری ثبت شده است و سایر آهنگ های تصویری وی برگرفته از همین 2 آهنگ و یا عکس های او می باشد. شخصیت احمد ظاهر. احمد ظاهر که پدرش در زمان سلطنت ظاهرشاه با عنوان نخست وزیر ایفای وظیفه می نمود، می توانست سالها با عنوان پسر نخست وزیر در رده های بلند حکومتی باشد، اما موصوف راه دیگری را برگزید که آوازخوانی بود و با این پیشه در دل تک تک علاقمندان صدایش جا باز کرد.
احمد ظاهر با انتخاب آوازخوانی با عنوان یک پیشه صد مقابل جوانانی که با موسیقی علاقه داشتند را شکست. در آن زمان که آوازخوانی مخصوص طبقه فرودست جامعه بود، آوازخوانی برای فرادستان یک شرم تلقی می شد. اما احمد ظاهر که خانواده وی از جایگاه بلند حکومتی برخوردار بود، با انتخاب این پیشه راه را برای دیگر جوانان علاقمند به موسیقی و آوازخوانی باز کرد. انتخاب شعر و ذوق ادبی احمد ظاهر. انتخاب شعر و آهنگ های احمد ظاهر نشان می دهد که او مطالعه گسترده ادبی، فراخبینی خوب و فهم ادبی عالی داشته و در دهه هایی که دسترسی به محتویات ادبی مانند امروز ساده و آسان نبود، کتاب به کتاب و صفحه به صفحه به جستجوی قوی ترین، فصیح ترین و شیواترین شعرها و ترانه ها می رفته است. او شعرهایی را که دردهای اجتماعی در آن نهفته بود انتخاب می کرد و صدایش را در مقابل بی‌عدالتی و نابرابری همراه با موسیقی بلند می کرد. احمد ظاهر کوشش می کرد تا برای ساختن و تهیه آهنگهایش از بهترین، زیباترین و معتبرترین اشعار استفاده کند. از همین رو او برای انتخاب شعر با اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی، دیوان حافظ شیرازی، غزلیات سعدی شیرین سخن، دیوان ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل، سیمین بهبهانی، رهی معیری، استاد خلیل الله خلیلی، ابوالقاسم لاهوتی، فروغ فراخزاد و غیره شاعران زبردست زبان فارسی سر میزد و آهنگ های پرمفهوم و جانداری برای شنوندگان و علاقمندان صدایش عرضه می کرد. با گفته پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید، احمد ظاهر در انتخاب شعر برای آهنگ هایش بسیار سخت گیر بود. وقتی شعری را برای آهنگی برمی گزید، با اهل ادب مشورت می کرد و بعد از آن کار را شروع می نمود. از همین جاست که در آهنگ های او شعر ضعیف را کمتر می توان یافت و حتی به عبارت دیگر هیچ نمی توان یافت. احمد ظاهر بهترین غزل ها و موزون ترین ترانه ها و اشعار را انتخاب می کرد. از اینجا دانسته می شود که او در انتخاب شعر برای آهنگ هایش بسیار حساس بوده است. انتخاب شعر، تصنیف، کمپوز و موسیقی آهنگ های احمد ظاهر یکی از اصلی ترین ویژگی هایی است که صدای او را از چهار دهه بدین سو تازه و زنده نگه داشته است. با در نظر داشت نکات بالا، اغراق‌آمیز نیست که اگر بگوییم آهنگ های احمد ظاهر سبب شناخت شاعران پارسی زبان در بین مردم افغانستان شده است و میتوان گفت که او با انتخاب اشعارش از شاعران 30 کشور فارسی زبان افغانستان، تاجیکستان و ایران در پی وحدت زبانهای این 30 کشور بوده است. احمد ظاهر فراتر از مرزها. احمد ظاهر نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای تاجیکستان و ایران نیز علاقمندان بیشماری دارد. این علاقه در تاجیکستان به شکل بسیار بالایی وجود دارد و آهنگ های او تا به امروز در آن کشور از بهترین ها به شمار می رود. در تاجیکستان کمتر کسی را می توان پیدا کرد که نام احمد ظاهر را نشنیده باشد. هنوز هم سال روز مرگ احمد ظاهر
که با روز تولدش همزمان است در تاجیکستان با شکوه فراوانی برگزار می شود. تاجیکستانی ها به احمد ظاهر بلبل افغانستان نام داده اند و شاید هم بیشتر از هنرمندان خودشان او را دوست دارند. هرچند احمد ظاهر نتوانست به تاجیکستان سفر کند، اما صدای او از طریق رادیو افغانستان، نوارها، کستها و یا صفحه های گرامافون به سرعت خیلی زیاد در بین مردم تاجیکستان منتشر می شد. نام احمد ظاهر و سروده های او از آخر سالهای دهه 60 و آغاز سالهای دهه 70 میلادی در بین مردم تاجیکستان محبوبیت خاصی پیدا کرد. در ایران نیز نام احمد ظاهر ناآشنا نیست. شاید برای نسل جوان ایران که سلیقه هنریشان بسیار متفاوت و متنوع است، این اسم زیاد آشنا نباشد. اما برای مردم نسل دهه 50 در ایران احمد ظاهر به خوبی شناخته شده است. احمد ظاهر در دوران زندگی هنریش دو بار به ایران سفر کرد. بار اول در سال 1352 خورشیدی و بار دوم در سال 1355 خورشیدی. در هر دو سفرش مورد استقبال گرم مردم ایران قرار گرفت. احمد ظاهر و گروه هنریش در ایران آهنگ های دوگانه زیادی با هنرمندان ایرانی اجرا کردند. سفرهای احمد ظاهر به ایران زمینه رابطه نزدیکتر میان هنرمندان افغانستانی و ایرانی را فراهم کرد. گوگوش، اسطوره بزرگ موسیقی ایران، نیز در سال 1353 خورشیدی به افغانستان آمد و در استادیوم ورزشی کابل کنسرت برگزار کرد که مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت. گوگوش هم عصر احمد ظاهر بود و عده این دو را رقیب سالم همدیگر می دانستند. شیوه اجرای کنسرت های احمد ظاهر. احمد ظاهر دارای سبک ویژه خود بود. یک جا کردن سازهای غربی با شرقی، اجرای آهنگ ها به شکل بی‌نظیر، تصنیف های متفاوت نسبت به دیگر هنرمندان و اجرای کنسرت های بیمانند او از جمله ویژگی های او در موسیقی بود که شور و غلغله خاص در بین مردم ایجاد میکرد. آهنگ های احمد ظاهر به سه بخش تقسیم میشد. بخش نخست، آهنگ های میهنی ماننده تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن. بخش دوم، بهترین غزل ها را از مولانا جلال الدین محمد بلخی، حضرت حافظ شیرازی، سعدی شیرین سخن، استاد خلیل الله خلیلی و دیگر بزرگان ادب پارسی انتخاب کرده و اجرا نموده است. مانند مطلع این غزل ها از مولانا: بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، و من آورید یک دم صنم گریز بارا. و یا این سروده زیبای دیگر: ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنی شهد و شکر هیچ مگو. یا مانند
این غزل از حافظ. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. به همین گونه غزل زیر از سعدی. یار با ما بی وفایی می کند، بی سبب از ما جدایی می کند. همچنان غزل های از استاد خلیلی مانند مطلع این غزل. ناله بدل شد گریه، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ و یا این سروده زیبا از سیمین بهبهانی. مرگ من روزی فرا خواهد رسید، در بهاری روشن از امواج نور. و یا این سروده دیگری. تو را افسون چشمانم، زره بردست و میدانم. چرا بیهوده میگویی دلی چون آهنی دارم؟ نمیدانی که من جز چشم افسونگر در این جام لبانم باده مردفگنی دارم. تو را افسون چشمانم. بخش سوم، کنسرت ها و آهنگ هایی که با رقص و پایکوبی جوانان همراه بوده است، یا بخش کنسرتی و یا مجلسی. مرگ احمد ظاهر. احمد ظاهر پس از سپری نمودن 33 بهار زندگی، سرانجام به روز چهارشنبه 24 جوزای خرداد سال 1358 خورشیدی، در حادثه‌ای که آن را یک رویداد ترافیکی میگویند، دار فانی را پدرود گفت و به ابدیت پیوست، اما آنچنان که خودش میخواند. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از اون نامجوست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ در دل تمام علاقمندان امروز و فردایش جاوید گشت و تا امروز که 43 سال از مرگ وی سپری می شود، آهنگ هایش تا هنوز تازه و نو است و بار بار می توان این آهنگ ها را بدون خستگی شنید. سالانه از سال روز مرگ احمد ظاهر در افغانستان و تاجکستان تجلیل به عمل می آید. در افغانستان رسم بر این است که در سالگرد وی رادیوها و تلویزیونها برنامه های را در مورد وی پخش می کنند و آهنگ های احمد ظاهر را به نشر می سپارند. راز مرگ احمد ظاهر. با اینکه در مورد مرگ احمد ظاهر بسیار نوشته شده و گروهی نیز ادعا می کنند که واقعیت مرگ احمد ظاهر را کشف کردند، اما تا کنون هیچ روایتی نتوانست دلیل اصلی مرگ احمد ظاهر را ثابت کند. فخریه ظاهر، همسر احمد ظاهر، گفته است کسانی که جسد او را دیده اند می گویند که زخمهای گلوله را که در بدنش اصابت کرده بود دیده اند و این نشان می دهد که او را کشته اند. در آن زمان همه این را می دانستند که او را کشته اند و مسئله خیلی واضح بود، اما هیچ کس نمی توانست صحبت کند یا سوالی بپرسد. اما با این همه روایت رسمی این است که احمد ظاهر در یک حادثه ترافیکی در منطقه سالنگ ولایت پروان جانش را از دست داد و در قبرستان یا گورستان شهدای صالحین کابل دفن شد. اما
پیچیدگی ها و نبود یک روایت درست ابهام های زیادی را در مورد مرگ او ایجاد کرده است. زمانی که طالبان در سال 1375 خورشیدی بر شهر کابل وارد شدند، در نخستین گام قبر احمد ظاهر را منفجر کردند.